متن فرانسه زبان در مورد سنکرونیسیته. در انجیل گدئون از سنکرونیسیته ها استفاده می کند برای تصمیم گرفتن در مورد جنگیدن. سنکرونیسیته ها برای او نشانه هایی هستند، نشانه در گیومه از اراده خداوند. کاتولیکا در سنکرونیسیته ها هدایای خدا را می بینند، منتها در مورد نشانه هایی از اراده خداوند سخن نمی گویند. آنها ترجیح می دهند اختیار فرد در موردش تصمیم بگیرد. ختم گذر. جالب است از همان متن فرانسه زبان که در بالا نشان از بُعد من دارد در پدید آمدن پدیده ها در کتاب دومم، همچنین از دفعات بعدی بُعد من برانگیخته شده است. از متن فرانسه زبان مطابقت های غیر منتظره در چارچوب سنکرونیسیته ها طرفند دوبل است، چون واقعه ها نامحتمل مورد انتظار نیستند. موضوع این نیست منتظر یک واقعه بود، بلکه یک نشانه داشت. اعتبار نتیجه فقط به تفسیر کسی که آزمایش تجربه می کند بستگی دارد، چیزی که غیر قابل قبول است در علم. دیگر اینکه موضوع این نیست منتظر یک واقعه بسیار غیر منتظره باشیم، بلکه یک واقعه را که به وقوع پیوسته است یک مطابقت در مورد سنکرونیسیته بیرون بکشیم و ملاحظه کنیم که قابلا غیر قابل احتمال بوده است. ختم گذر. برای من واقعیت ویرتوئل است. به این دلیل سوال کرده بودم روی کدام صفحه می نویسم. در سفیر نوشتم و در کتاب چهارمم پاسخهایم را. ویرتوئل بودن واقعیت کیهان را اینطور بیان می کنم که همزمانی که پدید می آید توسط سنکرونیسیته زمانها و مکانها را که قرنها از هم دور هستند و از نظر مکانی دنیای خاکی ما تنها مکان آنها نیست. این مکانها و زمانها به هم اتصال می یابند. برای مثال سنگ قبر که پیشانی من است در تجربه نفسانیم با پدید آمدن صحنه سنگ قبر مسیح است، همان سنگی که در غار را بسته بود و فردا صبح آن سنگ عظیم کنار رفته بود و بدن مسیح در آن غار دیگر نبود و مسیح در بیرون غار با مگدالنا صحبت کرد. در سفیر نوشتم این زمینه را. خطوط بعدی متن فرانسه زبان و ترجمه نمی شود برای خواننده شنونده این کتاب. نشان از آن چه که من تکرار نامیدم در یک جمله کلمات آن جمله را که قبل از کلمه آخر می آیند می باشد. جمله من که با حیا خاتمه می یابد، دفاعیه دکترای من و در همین کتاب نوشته شده است و در زیر از تکرار جیگانتسک می گوید. جیگانتسک یعنی خیلی عظیم. آیا کلمات ساعت روز تمامی فعالیت های اجباری و غیر اجباری تکرار نیستند؟ سوال من بود و ترجمه نمی کنم اون متن فرانسه زبان و قسمت دیگر از آن متن فرانسه زبان. در روانشناسی پروسسی که انتخابهای فردی را یک رفتار راسیونل در نظر می گیرد که شرایط موجب شدند راسیونالیسم می نامند. پروسسی که نشانه ها یا سبب داده های احتمالی یا فاقد معنای بخصوصی را شناسایی می کند اپوفونی نام دارد. از متون مرجع در نوشته شدن متن فرانسه زبان در بالا این نمونه را می آورم. میشل کازناف، سنکرونیسیته، جان و علم. نوشته میشل کازناف هست، سنکرونیسیته، جان و علم. ناشر آلبان میشل، 1995، صفحه 21. سنکرونیسیته در اساسش تکیه دارد در روی فعال شدن کهن الگوها، صفحه 34. از هر طریقی که در نظر بگیریم همه چیز در آخر وقتی از سنکرونیسیته صحبت است به دور مسئله کهن الگو میچرخد و مسئله پسیکوئید. نوشته دیگر از مراجع آن متن فرانسه زبان در مورد سنکرونیسیته. ژان مواسه، قانون سری ها در زندگی ما و بازی های اتفاق قضا و قدر، ناشر جی ام جی، سال 2000، نام کتاب و نویسنده بود.
گذری که قبلا خوندم از این نویسنده بود. در متن دیگر و به زبان فرانسه در مورد سنکرونیسیته، مفهومی که گوستاو یونگ آفریده است، می‌خوانیم و ماری لاتور، ماری تور نوشته و در نشریه یونگی پسیکانالیز هست که سال 2003 نشر شده و از صفحات 32 تا 52. نویسنده مقاله مقیتوق در نشریه دفترهای یونگی روانکاوی سال 2002 شماره 105 گرفته شود به مانند یک اعطای روانشناسی منحصر به فرد. در مقابل از آنجایی که مطابقتها فرض شدند فراهم می شوند از بیرون از فرد و معنایی دارند که فرا می رود، پیسیشیس و کینهان هان را آنها ربط دارند با یک اعتقاد متافیزیک که فاقد بهره نیست، منتها دیگر جزو حوزه روانشناسی نیست. در این مقاله سعی می کنم نشان دهم که موقعیت یونگ در نوسان است بین یک احتیاط و شجاعت، هرچه بیشتر به طرف یک تفسیر متافیزیک حقایق می رود. ختم گذر. استدلالی که بیان می کنم این یک است. باقی گذر. استدلالی که بیان می کنم این یک است. اگر مطابقت ها سوبژکتیو می بودند و دارای یک معنا توسط خود افراد، تز سنکرونیسیته و باقیش کامل نیست متاسفانه. ساعت 20:58 دقیقه. جستجوی در مورد ویرتوئل نزد دولوز انجام می دهم در گوگل و این پاسخ پی دی اف است اگر موفق شوم سیستم کامپیوتر برای باز کردن آن را. ویرتوئل و ترانساندانتال. ترجمه. برای دولوز تفکر کردن ویرتوئل همیشه تفکر کردن نیمه دیگر خود را در بر دارد. برای من دوبل پسیکویی در رابطه هستم با این نیمه دیگر خود. برای من دوبل پسیکویی در رابطه هستم با این نیمه دیگر خود خطی هست که من نوشتم. 3 اوت 13 مرداد 99. دیروز ویرتوئل را از طریق زمان و مکان در سنکرونیسیته بیان کردم. از ژورنالم نوشته شده لحظاتی پیش انتقال می دهم و در رابطه با مقاله خانم تور در مورد سنکرونیسیته است. 3 اوت و یونگ نوشته من دیروز در کتاب پنجمم آن را نوشتم. اینجا در مورد مکان در سنکرونیسیته. ویرتوئل را من اینطور تعریف کردم در مورد مکان و زمانش. از متن فرانسه زبان. یونگ را بران می دارد که نسبیت فضا را برای زمین ناهشیار تصور کند. دو نقطه. فاصله از نگاه روانشناسانه متغیر است و می تواند برای مثال در صورت مقتضا تقلیل پیدا کند به هیچ توسط یک وضعیت، حالت پسیشیک مخصوص. و من نوشتم برای فهم خطوط بالا لازم است آنچه برای خانم تور نزد یونگ در سنکرونیسیته مهم است را بیاورم. معنا. آن خانم تور نوشته معنا در واقع جزء اساسی است در سنکرونیسیته. در دو وجه پذیرشش برای نیت و جهت و در روی آن است که یونگ استدلال خود را می گسترد. حتی اگر ترم سنکرونیسیته می تواند چنین فرض نشان دهد که همزمانی فاکتور کلیدی است، اینطور نیست. سنکرونیسیته یک همزمانی ساده نیست. به بیان دیگر سنکرونیسیته توجه یونگ را جلب می کند چون به خصوص سری ها به هم پیوند می دهد در یک معنای مشترک بدون پیوست از نوع علیت و در نتیجه اتصال های آکازوال. و پایین تر الان متن فرانسه زبان در مورد زمان نوشته شده است. در همان زمان مطابقت های دیگر همانند احساس قلبی پریمونیسیون که یک واقعه در آینده را پیش بینی می کند یونگ را القا می کند که فرض کند زمان هم نسبی است و پسیشه مستقل است از زمان.
او نتیجه می‌گیرد که علیت که پیش فرض می‌کند وجود مکان و زمان را ناهشیار انسان در وضعیت‌های بخصوص عبور شدن توسط دینامیسم ها که برخواسته از اصل علیت فیزیکی نیستند و برای آنها کتگوری های راسیونل مکان و زمان متناسب نیستند. به حد هیچگاه یوم فرض نکرد که موضوع تجربه میتواند قربانی یک توهم باشد، یک فانتاسم یا یک اشتباه که ناهشیار مسبب به آنها باشد. کاملا برعکس، ما را باز میفرستد به یک دگم تاویست که میبایستی شناخت بدون واسطه‌ای مدیاتیزه نشده ناهشیار را تایید میکند. دو نقطه، کسی که یک ویزیون درونی دارد، چشم درونی خود را استفاده میکند، گوش درونی برای دخول کردن در چیزهایی که به شناخت انتلکتوئلی تفکری منطقی نیازی ندارد. آیا بدان معناست که غیاب علیت در آنها وجود دارد؟ نه، مطمئناً. علیت فیزیکی مکانیک است که در اینجا به کنار گذاشته می شود. چون در این علیت اثر دنبال کننده علیت، این علیت به دنبال دارد. در نتیجه یک توالی زمانی را همچنین که یک تغییر در بدنها در مکان را. منطقاً روند علی در یک مکان زمان امتدادی گسترده می شود، جایی که یک قبل و یک بعد وجود دارد. موجب تعجب نیست که یک نوع دیگر علیت خودش را به یونگ تحمیل می کند. یک غایت که یادآور شویم مطابق است با طرح او در مورد پسیشیسم که از مدتها قبل، چون از همان زمان 1916 او تأکید می کند که ته روانشناسی نمی تواند درآورده شود، تنها به کمک متدهای علی. پسیشه متقابلا با اهداف زندگی می کند. ختم گذر فرانسه زبان. هدیه‌ای برای خواننده شنونده این کتاب. جمله را دیروز بازخوانی کرده بودم، امروز همچنین برای نوت برداشتن از آن. بیان شده از همین جمله هم که با حیا برای ترجمه کلمه فرانسه زبان پودر بیان می‌یابد در کتاب‌هایم بعد از اولین. این هم بیان آن جمله هم در پیشگفتاری نوشته شده توسط دکتر رحمتی برای کتاب هانری کوربن، ابن سینا و تمثیل عرفانی. در مورد واحد بودن یا کثیر بودن عقل فعال است وقتی به نفوس اتصال اتحاد می‌یابد. دو نقطه، آنها شهودهای نفسانی شخصیتی دارای ویژگی‌های فردی متشخص را که در آن واحد هم عین عقل فعال و هم در عین حال متفاوت با آن است گواهی می‌دهند. صفحه 79-80. و جمله من در دفاعیه دکترایم این بود: در کنار هم و جدا از هم فرهنگ‌ها را نگاه داشته تا شدتی که پسیون است به وجود آید. پسیون یعنی شورشوخ و شرط آن پودر حیاست. برای راهنمایی شنونده خواننده متن حاضر که کتاب‌های قبلی مرا نخوانده نشنیده است، نام‌های عقل فعال را می‌آورم. از همان کتاب کوربن در بالا در صفحه 80. این عقل فعال که همان راهنمای ماست می‌تواند تجلیات مختلفی داشته باشد. می‌تواند فرشته مؤنث یا دعینا در ادیان ایرانی، تبع تام در میان اشراقیان، فرشته فیلسوف در میان فیلسوفان، خضر وجود تو در میان عارفان، حی ابن یغزان یا پیر خط تیر جوان نزد ابن سینا و مانند آن باشد. این خطوط اساسی در ادامه خطوط بالا در آن کتاب را می آورم. عقل فعال هم یک ساخت تعالا ترانساندانتال دارد و هم یک ساخت ساحت حلولی ایمنا. این عقل هم متعالا از ما و هم در این حال این وجود خود ماست. نفس بشر دارای دو خود است، خود در گیومه، یکی خود ظاهری و دیگر خود باطنی او. نفس بشر مرکب از دو فرشته است، فرشته‌ای که به این مغرب زمینی هبوط کرده است و فرشته‌ای که در آسمان است.